یار الها، شکر نعمتهای تو را چگونه به جای بیاورم در حالی که از آغاز وجودم در دنیا در نعمت غوطه ورم ساختی. ای خدا که از تو پیدا گشته این کاخ بلند، کاخ برافراشته ای که زیباییش عاشقان زیبایی را واله نموده و هندسه الهیش مغزهای ریاضیدانان را خیره و مبهوت ساخته است. زیبایی و با درک این محاسبات دقیق در پهنه هستی، نه حس زیبا دوستی ما اشباع می شود و نه عشق سوزان ریاضی در ما به ثمر می رسد. تویی که شوق وصال به زیبایی مطلق و کمال کلی را در ما ایجاد کرده و لحظاتی چند دلهای ما را به حرکت به سوی آنها می شورانی. به یقین می دانیم که اگر ما را شایسته این وصال نمی دانستی، این همه شور و هیجان را در دل ما پدید نمی آوردی و اگر نمی خواستی عطا فرمایی نشان من نمی دادی. ما نبودیم و تقاضا من نبود، لطف تو ناگفته ما می شنود. ای خدا، ای خالق بیچون و چند، توفیقت را آنچنان شامل حال ما فرما که به نشستن در زیر درخت خلقت و به سیر و سیاحت در شاخ و برگ و شکوفه های آن قناعت نورزیم، بلکه وظیفه خود را بشناسیم و در راه آن گام برداریم. راه تاریک و پرسنگلاخ و مخالف خودپرستی و تمایلات حیوانی، اما رو به قله حق و حقیقت. ای روشنایی بخش خلوت سرای تحیر، پردههای ظلمانی جهل و نادانی های دانش نما را از مقابل دیدگان من بردار، باشد که چهره واقعی اشیاء را که هر یک آیت مخصوصی از جلال و جمال ابدیت را نشان می دهد درست ببینیم. تویی نیروبخش و تویی سرمکش چشمان رهروانی که از رصدگاه هستی به بالا می نگرند و به اشعه خورشید با عظمت ربوبیت می گرایند. خداوندا، به حال کسانی که
در زندان بزرگ جهان هستی بال و پر می‌زنند و توانایی‌های حیاتی خود را از دست می‌دهند و لاشه ناچیزشان در گوشه از این زندان با خاک تیره و مار و موران در هم می‌آمیزد، ترحمی نما و عنایتی فرما. چراغی فراراه آنان بگذار تا به آستانه جان خود قدم بگذارند و لحظاتی درون نشین باشند. خداوندا به حال درون نشینانی هم که به انتظار گشوده شدن درهای جلال و جمالت روزها و شبها را شمارش می کنند، لطف الهیت را چنان شامل حالشان فرما که دری به رویشان گشوده شود.